درس ششم رو با هم آغاز میکنیم با مبحث تاجکداران و در رابطه با تکیاخته بسیار مهمی به نام ژیاردیا. مطالبی که در این بخش صحبت خواهیم کرد در رابطه با مرفولوژی و فیزیولوژی تکیاخته است: طبقه بندی، چرخه زندگی و تکثیر، بیماریزایی، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و نهایتاً در رابطه با پیشگیری از این بیماری صحبت خواهیم کرد. در ابتدا در رابطه با مرفولوژی و فیزیولوژی تکیاخته خدمتتون صحبت می‌کنیم. این تکیاخته برای اولین بار توسط آنتونی وان لیونهوک در سال 1681 در مطبوع خودش این تکیاخته رو مشاهده می‌کنه و ساختمان و شکل این ارگانیسم توسط دانشمند دیگه‌ای مشاهده میشه به نام لاملیا در سال 1859. فرم تروفوزوایت این تکیاخته ظاهر گلابی شکل داره، یک صفحه مکنده بزرگ در سطح شکمیش وجود داره که به وسیله این صفحه مکنده میتونه به مخاط روده متصل بشه و بچسبه و مشکلاتی رو به بار بیاره. در اطراف همین صفحه مکنده یه سری پروتئین هایی به عنوان آنتیژن های این تکیاخته وجود داره به نام ژیاردیان. این تکیاخته دو هسته حبابی تخم مرغی شکلی داره با کاریوزوم مرکز. دو هسته حبابی تخم مرغی شکل ما مشاهده می‌کنیم، همونطور که در شکل می‌بینید که کاریوزومش مرکزی هست. در وسط تکیاخته یک جسمی به نام آکسونم یا آکسوستیل وجود داره که از بخش‌های داخلی تاجک هستش. آکسوستیل رو در این وسط مشاهده می‌کنید که در واقع میتونیم بگیم ستون فقرات این تکیاخته هم محسوب میشه. بر روی این آکسونمی که دیدیم دو جسم مورب دیده میشه به نام پارابازال بادی یا مدیان بادی. در شکل مشخصه دو تا جسم مورب بر روی آکسونم، یا در اینجا میتونیم بگیم آکسونمه و این دو جسم مورب بر روی آکسونم. بر اساس آرایش این مدیان بادی ها نسبت به این آکسونم که در شکل کاملا به وضوح دیدیم، بر اساس آرایششون گونه های مختلفی از ژیاردیا به وجود میان و میتونیم طبقه بندی بکنیم. ژیاردیا در حالت تروفوزایتش 8 تا تاجک داره که از بلفاروبلاست منشأ میگیره. 4 تاش قدامیه، 2 تاش جانبیه و 2 تاش هم خلفی یا انتهایی هستش. سطح تکیاخته از یه سری ترکیبات گلیکوپروتئینی تشکیل شده و پوشیده شده که این میتونه در واریته های مختلف با هم فرق داشته باشه، که این گلیکوپروتئین های سطحی رو به اصطلاح میگن VSP یا VSA که میشه با روش های سرولوژی این واریته ها رو از هم جدا کرد. ژیاردیا بیهوازی هست چون در درون روده هست و حرکت اون مانند افتادن برگ از درخته. یکی از آنتیژن های مهم سطحی در این تکیاخته که در بیماریزایی بسیار حائز اهمیت CRP136 است یا سیستئین ریچ پروتئین 136 که در بیماریزایی این تکیاخته نقش بسیار مهم داره. ژیاردیا در حالت تروفوزوایتش نسبت به شرایط محیط و شرایط نامساعد که میتونه خارج از روده باشه به سرعت از بین میره. به همین دلیل هستش که اگر نمونه مدفوعی رو که آلوده به ژیاردیا هست و مشکوک به ژیاردیا هست و آزمایشگاه میارن، باید بلافاصله تکنسین های آزمایشگاهی آزمایش قرار بدن تا این تروفوزوئید ها از بین نرن و زیر میکروسکوپ قابل تشخیص باشن. اما فرم کیست این تکیاخته در شرایط نامساعد تشکیل میشه، مثل بقیه تکیاخته هایی که کیست تشکیل میدن در شرایط نامساعد و سخت، اینجا هم به همین ترتیبه که با افزایش اسید صفراوی و تغییرات کلسترول این حالت کیست به وجود میاد. در حالت کیستی ابتدا قشای کیست تشکیل میشه، بعد دو تا هسته به وجود میاد و بعدش این دو تا هسته به شکل 4 هسته ای میشن و این فرم 4 هسته ای فرم آلوده کننده هست که اگر در آب یا غذا وارد بشه میتونه اون شخص رو که سالم هست رو آلوده کنه و بیمار بکنه. پس کیست 4 هسته‌ای با کاریوزوم مرکزی میتونه چی باشه؟ فرم آلوده کنندش باشه. همونطور که در شکل هم کاملا به وضوح میتونیم ببینیم. در داخل کیست آکسونم و مدیان بادی دیده میشه. همونطور که میبینیم هم آکسونم دیده میشه و هم مدیان بادی. چروکیده شدن سیتوپلاسم کیست یه فضای شفافی رو در زیر دیواره کیست به وجود میاره. این حالت چروکیده شدن سیتوپلاسم کیست.
این فضای شفاف و در زیر دیواره کیست به وجود میاره. به این حالت میگن هالو افکت. از نظر طبقه بندی این تکیاخته در شاخه متامونادا قرار گرفته، در اردر یا راسته دیپلومونادیدا، فامیلی هگزامیتیده، در جنس ژیاردیا و گونه لامبریا که از مهمترین گونه های در بین جنس های ژیاردیا هستش به نام لامبریا که میتونه انسان رو آلوده بکنه. اعضای این خانواده هگزامیتیده به دلیل دو هسته کنار هم در فرم تروفوزوایت 6 تا 8 تاژگی و همینطور تقارن طرفینی و وجود آکسونه تو بعضی از جنس ها میتونیم از سایر تاژگداران روده‌ای بر اساس این خصوصیات متمایزشون کنیم و افتراق بدیم. مهمترین گونه جنس جیاردیا، جیاردیا لامبلیا تلقی میشه. جنس جیاردیا گونه های مختلفی داره. جیاردیا آجیلیس در دوزیستان و خزندگان بیشتر دیده میشه. جیاردیا موریس در جوندگان و گاهی پرندگان دیده میشه. جیاردیا دئودنالیس در پستانداران هست و از همه مهمتر جیاردیا لامبلیا یا اینتستینالیس هستش که در انسان دیده میشه که از مهمترین گونه های جیاردیا محسوب میشه. از نظر چرخه زندگی و تکثیر به این صورت هست که شخصی آب و غذای آلوده به کیست جیاردیا رو مصرف میکنه. این کیست از طریق همین اورال فیکال میتونه انتقال پیدا بکنه به شخص. حالا ممکنه این آب یا غذای آلوده شده باشه به مدفوع شخصی که مبتلا بوده به جیاردیا و یک فرد سالم میتونه اینو مصرف بکنه، این آب رو، و اون هم آلوده بشه. به این ترتیب که کیست رو مصرف میکنه، این کیست وارد دستگاه گوارش میشه و خودش رو به معده میرسونه و در اونجا حالت اکسیستمنت یا پدیده ای که از حالت کیستی خارج میشه و فرم تروفوزوایت تبدیل میشه. این حالت اکسیستمنت که میتونه وارد بشه به معده و تبدیل بشه به تروفوزوایت های سریع و فعال که میتونن به روش دوتایی طولی تقسیم بشن که در اینجا ابتدا هسته ها تقسیم پیدا میکنن، بعدش صفحه مکنده و دیگر اندامک های تکیاخته تقسیم میشن. بعدش به دنبال این تقسیم سیتوپلازم که انجام میشه دو تا تروفوزوئید دختر به وجود میاد که تو محل اثناعشر اینها مستقر میشن و در موقعیت های مختلف میبینی به همراه مدفوع دفن میشن. این دو تا تروفوزوئید های دختر تو محل اثناعشر هستن. این رو باید مد نظر قرار بدیم. و اون شخصی که این بیماری رو داره میتونه از طریق مدفوع اون رو دفن بکنه. همین که در شکل هم میبینید این فرم کیستیه که تبدیل به تروفوزوایت میشه، تقسیم دوتایی انجام میدن. همطوری گفتیم تقسیم دوتایی از نوع طولی هستش که ابتدا هسته ها تقسیم میشن، بعد صفحه مکنده است که تقسیم میشه و دیگر اندومک ها که به دنبال اون میبینیم که سیتوپلازم تقسیم میشه و دوتا تروفوزوایت دختر رو به وجود میاره. این انگل تک میزبان است، احتیاجی به میزبان واسط نداره و همونطور که گفتیم از طریق اورال فیکال باعث انتقال این بیماری از یک شخص به شخص دیگه میشه. انگل به طریق مستقیم و غیر مستقیم میتونه از یه سری منابع مثل آب و مواد غذایی آلوده و یا میتونه از طریق مکانیکال مثل از طریق مگس‌ها و سوسک‌های آلوده انتقال پیدا بکنه به میزبان بعدی که همونطور که گفتیم تنها شکلی که در واقع آلوده کننده هستش اون کیست چهار هسته‌ای هست. اما از لحاظ بیماریزایی در 50% افراد غیر بیماریزاست و عفونت میتونه خود به خود محدود شونده باشه، یعنی به طور خود به خودی خوب بشه و بیماری ایجاد نکنه. ممکنه یه مقدار علائم خفیفی ایجاد بکنه ولی غیر بیماریزاست در 50% افراد. فاکتورهای ویرولانسی که در اون نقش دارن یکی عمومی هست و یکی فاکتورهای ویرولانس اختصاصیه که این اختصاصی مربوط به انگل میشه که الان خدمتون توضیح خواهم داد. فاکتورهای عمومی از مهمترینش HCL هست، اون اسید معده هستش. اگر میزان اسید معده ما کم بشه یا هیپوکلوریدی ما داشته باشیم یا آکلورید داشته باشیم، در این حالت شرایط بسیار مساعد هست برای ورود ژیاردیا به بدن و یک سد دفاعی در واقع برداشته میشه. نه تنها ژیاردیا، میتونه بسیاری از عفونت‌های دیگه هم وارد بدن بشن از طریق گوارش.
پس کاهش اسید معده میتونه یکی از فاکتورهای ویرولانس عمومی محسوب بشه. کاهش IgA ترشحی هم به همین ترتیب در روده ها و سیستم گوارشی ما IgA ترشحی داریم. این آنتیبادی هست که محافظت میکنه. اگر این میزانش کم بشه میتونه مستعد بکنه شرایط رو برای ورود این تکیاخته. سوء تغذیه بسیار مهمه. اگر شخصی غذاهای مقوی مصرف نکنه و بدنش نقص داشته باشه از لحاظ غذایی، در نتیجه سیستم ایمنی ضعیف خواهد شد و بدن نمیتونه مقابله کنه یا حداقل ضعیف مقابله میکنه در برابر تکیاخته. اما یک فاکتور دیگه هم که هست و بسیار مهمه، اختلال یا کاهش ترشح آنزیم های دیساکاریداز هستش که این آنزیم ها اگر کاهش پیدا بکنه میتونه یک فاکتور عمومی محسوب بشه برای بیماری زایی و شرایط مستعد میشه برای انگل. اما فاکتور دیگه بیماری های عفونی هست. یک سری بیماری های عفونی هست که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، مثل HIV. وقتی سیستم ایمنی ضعیف میشه شخص نمیتونه در واقع مقابله کنه در حد اینکه یک تکیاخته ضعیفی مثل GRDA رو بتونه مهار بکنه و میتونه بدنش مستعد بشه برای عفونت با این تکیاخته. زمینه ژنتیکی هستش. در زمینه ژنتیکی هم یک سری افراد میبینید مستعدن که مبتلا بشن به یک سری بیماری های عفونی از جمله تکیاخته GRDA. بر اساس تحقیقات دیده شده که اونایی که گروه خونی A دارن مستعدترن برای بیمار شدن با این تکیاخته یا بیماری جیاردیازیس. و اما در مورد فاکتورهای اختصاصی خدمتون عرض کنم، این تکیاخته جیاردیا میتونه یه سطح فیزیکی در سطح روده ایجاد بکنه و باعث بشه که مواد غذایی و چربی‌ها و اینها جذب نشه و مشکلات دیگه به وجود بیاره، مثلا میتونه حالت استاتوره به وجود بیاره. لکتین های سطحی میتونه یکی دیگه از فاکتورهای اختصاصی که مربوط به تکیاخته هست مورد نظر قرار بگیره، که همون ترکیبات چسبنده به روده رو در واقع بهش میگن. به واسطه این لکتین ها میاد متصل میشه به سطح روده و میتونه باعث سوء جذب بشه. میتونه اسیدهای صفراوی این تکیاخته تجزیه بکنه و باعث بشه که توانایی زندگی در کیسه صفرا و مجاری صفراوی رو هم داشته باشه. پس با تجزیه اسیدهای صفراوی این تکیاخته میتونه در کیسه صفرا و مجاری صفراوی به زندگی خودش ادامه بده. و در نهایت اینکه آنزیم‌های لیپاز رو هم میتونه تجزیه بکنه. این آنزیم‌های لیپاز وقتی که تجزیه بشن، غذاهای و همینطور اسیدهای صفراوی که تجزیه بشن، اینها باعث میشه که چربی که از غذاهای مختلف اون شخص مصرف کرده و خورده اینها هضم نشه و مدفوع در نهایت اگر شخص به GRDA مبتلا شده باشه، به این انگل GRDA لاملیا مبتلا شده باشه، مدفوعش خیلی حالت چرب داره. چرا؟ چون لیپازش تجزیه شده و آنزیمی نیست که لیپیدها و چربی ها رو تجزیه کنه و همینطور اسیدهای صفراویش هم توسط تکیاخته تجزیه شده و به همین دلیل که مدفوع حالت چرب مانند داره. علائم بالینی که برای این تکیاخته در نظر میگیرن و دیده شده، نفق و درد شکم هست، اسهال با دفع مخاط همراهه و هیچگاه همطور که اشاره کردم خونی نیستش، یعنی به هیچ عنوان خون دفع نمیکنه. به شکل اسهال خونی ما در اینجا نداریم. در شکل شدید بیماری اسهال میتونه همراه با دفع شدید آب و دهیدراتاسیون باشه. در فرم مزمن بیماری همونطور که اشاره کرده بودم سندروم سوء جذب میتونه ایجاد بشه و این حالت بهش میگن اسهال چرب. طرف مبتلا شده، چرا اسهال چرب؟ چون گفتیم لیپاز رو تجزیه میکنه تکیاخته و نمیذاره که چربی ها هضم بشه و اسیدهای صفراوی هم تجزیه میکنه. پس اینجا اسهالی که ایجاد میشه در فرم مزمن اسهال چرب هست که اصطلاحا میگن بیماری سندروم سوء جذب ایجاد شده که اون رو استئاتوره نامگذاری میکنه. از علائم دیگه بیماری میتونه آویتامینوز در واقع باشه که انواع ویتامین های محلول در چربی B12 و اسید فولیک میتونه کم باشه در این افراد. لاغری خیلی زیاد یا لاغری مفرود میتونه در این افراد دیده بشه. اسهال کفالود و تعفن و بوی زننده میتونه داشته باشه، یکی دیگه از علائمشه که این حالت که اسهال حالت کفالود و با بوی بد و زننده باشه، این نشانه سوء جذب و همون استئاتوره‌ای هستش که خدمتتون گفتم، همون سندروم سوء جذب.
کولسیستیت میتونه ایجاد بکنه که همون التهاب کیسه صفرا هستش. پانکراتیت هم میتونه ایجاد بکنه که التهاب پانکراس هست و در نهایت میتونه اختلالات بینایی در فرد ایجاد بکنه که به علت آی جی ای هست که با درمان رفع میشه که ناشی از تغییرات فلفل نمکی شبکی چشم. یک اصطلاحیه که برای این به کار میبرن، اونم به علت آی جی ای هست، آنتیبادی آی جی ای، که اینو میشه با درمان رفع بشه. ژیاردیا به دو صورت در جذب چربی ها میتونه اختلال ایجاد بکنه. یکی مکانیکی هست، به این ترتیب که تک یاخته وارد کیسه صفرا میشه و باعث انسداد مجاری صفراوی میشه و بعد باعث اختلال در جذب چربی ها میشه. و یکی دیگه به علت چسبندگی ژیاردیا به پرزهای روده یا همون ویلی ها هست که وقتی که متصل میشه در سطح این پرزهای روده میتونه آتروفی پرزهای روده رو ایجاد کنه. این پرزهای روده یه جورایی از بین برن و در این حالت پرزها میبینی کوتاه و ضخیم میشن و خوب عمل جذب رو انجام نمیدن. و یکی هم حالت بیوشیمیایی هستش. از لحاظ بیوشیمیایی میگن که در این عفونت ژیاردیایی رشد باکتری ها در ژئوژنوم روده افزایش پیدا میکنه. ببینید این ژئوژنوم، من تو پرانتز یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، روده کوچک ما شامل سه قسمت هست. قسمت ژئوژنوم قسمت اولشه، دئودنوم وسط و ایلئوم انتهای روده کوچک رو بهش میگن. از ژئوژنوم، دئودنوم و ایلئوم. در قسمت ژئوژنوم در عفونت ژیاردیایی دیده شده که رشد باکتری ها زیاد میشه و این باکتری ها و همینطور ژیاردیا هایی که در اون ناحیه هستن میتونن باعث دکنجوگاسیون املاح صفراوی بشن، یعنی باعث تغییر ساختار این املاح صفراوی بشن و در نتیجه منجر بشه به استئاتوره. اما از لحاظ اپیدمیولوژی، انتقال انگل از طریق یک سری موارد مختلفی صورت میگیره که به شکل اورال فیکال هست، از راه مدفوعی دهانی میتونه انتقال پیدا بکنه. یکی از این راه ها آلودگی غذا و آب توسط فاضلاب هست. آب فاضلاب میتونه آلوده باشه به این کیست انگل و اگر شخصی از این آب استفاده میکنه برای شستشوی مثلا میوه، سبزی و از اینجور کارها میتونه آلوده بکنه غذا و آب. مگس ها میتونن یکی دیگه از عواملی باشن که باعث انتقال این تکیاخته میشن. و همینطور افراد شاغل، افرادی که به عنوان ناقل سالم، به عنوان آشپز میتونه در یک رستورانی، در یک فست‌فودی مشغول باشه و باعث انتقال این بیماری بشه. انتقال اون از طریق آب و تماس مستقیم هم میتونه باشه همونطور که اشاره کردیم. اما در بین این مواردی که اشاره شد، بیشترین انتقال از طریق آب انجام میشه و این خیلی نکته مهمی هست. ژیاردیا بیشترین و شایع‌ترین و اولین بیماری تک‌یاخته‌ای روده‌ای در دنیا محسوب میشه. خیلی شایع هست این تک‌یاخته در جاهای مختلف، حتی در شمال ایران هم این ژیاردیا بسیار زیاده، طوری که بسیاری از افراد این بیماری رو دارن و ناقل هستن و علائمی ندارن و حتی در بسیاری از آزمایشگاه‌ها این موضوع رو دیگه گزارش نمی‌کنن چون یه چیز عادی هستش. به همین دلیل از بیشترین و شایع‌ترین تک‌یاخته‌های روده‌ای محسوب میشه در دنیا. بیشتر بچه‌های 1 تا 6 سال درگیر این بیماری میشن و در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر رایج‌تره. دوره نهفتگی بیماری از 1 تا 18 روز متغیر هست و عفونت‌ها هم معمولاً تا 41 روز میتونه ادامه پیدا کنه. کیست ژیاردیا بلافاصله بعد از دفع میتونه آلوده کننده باشه. همینطور که در چرخه زندگی من خدمتتون عرض کردم، کیست در شرایط سخت و نامساعد به وجود میاد. در این شرایط وقتی که میخواد دفع بشه توسط مدفوع، به شکل کیست 4 هسته‌ای دفع میشه و این فرم آلوده کنندگی تک‌یاخته است. در نتیجه این بلافاصله بعد از دفع آلوده کننده است. بنابراین خود آلودگی خارجی هم در چرخه زندگی میتونه دارای اهمیت بالایی باشه. این خود آلودگی خارجی به این ترتیب هست که شخصی آلوده است و دوباره میتونه خودش رو آلوده بکنه. اگر موازین بهداشتی رو رعایت نکنه، ممکنه شخص دوباره خود آلودگی ایجاد بکنه. یعنی کیست دفع میکنه و مجدد کیست از طریق دهانی وارد سیستم گوارشی میشه و خود اون شخص دوباره آلوده میشه.
کلور زنی به آب بیفایده است و اثری نداره نسبت به این کیست. فقط تنها راهش اینه که آب رو بجوشونه. برای تشخیص آلودگی آب به ژیاردیا میان از روش ایمونوفلورسنس مستقیم استفاده میکنن یا DFA که بسیار روش مناسبیه. این انگل حساس به نور خورشیده، حساس به حرارت و خشکی. در تشخیص این تکیاخته در مرحله اول آزمایش مدفوع هست. آزمایش مدفوع که از مهمترین آزمایش ها هست که به طور مستقیم شما نمونه رو آزمایش میکنی و تروفوزوهای یا کیست رو بررسی میکنی و میبینی. و معمولا باید 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع به آزمایشگاه فرستاده بشه و بلافاصله هم باید آزمایش بشه چون ممکنه تروفوزوهایت داشته باشه و اون تروفوزوهایت از بین بره و همین دلیل بلافاصله باید آزمایش بشه. حالا اینکه چرا 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع به آزمایشگاه برده بشه به این دلیل هستش که در بعضی مواقع که دفع میکنه اون شخص آلوده این تکیاخته رو ممکنه که این تکیاخته دفع نشه و همین دلیل با انتقال یک بار نمونه مدفوع به آزمایشگاه این درست نیست و باید در 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع به آزمایشگاه برده بشه. اما این دلایلی که ما چرا تو 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع به آزمایشگاه میبریم خدمتون عرض میکنم. البته اشاره کردم دفع دیر هنگام کیست هست که یه وقتایی هم توی که اشاره کردم دیر دفع میکنه کیست و اون شخص آلوده و ممکنه مثلا 2 بار نمونه مدفوع رو به آزمایشگاه بردن اما تو این 2 بار کیست دفع نکرده، ممکنه بار سوم دفع کنه. به همین دلیل 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع باید به آزمایشگاه برده بشه. و یکی هم دفع متناوب کیسته، ممکنه که تو نوبت اول کیست دفع نکنه اما نوبت دوم دفع کنه، نوبت سوم دفع نکنه مثلا نوبت چهارم دفع کنه، حالت متناوب داره. به همین دلیل ما 5 تا 7 نوبت نمونه مدفوع باید حتما بگیریم برای آزمایش. نکته ای که دوستان باید توجه کنن این هستش که کیست در مدفوع قوامدار، یعنی حالت شکل داره، حالت جامد هست تقریبا یا به حالت نرم هست، تو این حالت ما کیست رو مشاهده میکنیم. ولی در حالت مدفوعهای اسهالی، مدفوعهای آبکی یا اصطلاحا باتری ما هم تروفوزوایت و هم کیست رو میتونیم با هم همزمان مشاهده بکنیم. کیست ژیاردیا در آزمایش با تکیاخته کیلوماستیکس مسنیلی بسیار شبیه و ممکنه اشتباه گرفته بشه و همین دلیل باید شخص آزمایش کننده چشمش کاملا آشنا باشه به این کیست ژیاردیا و کیلوماستیکس مسنیلی تا بتونه اینها رو از هم افتراق بده. ممکنه تروفوزوایت ژیاردیا هم تو آزمایش مدفوع با تریکوموناس هومینیس اشتباه گرفته بشه و باز هم اون مهارت اون شخص آزمایشگاهی هست که بتونه این دوتا رو از هم افتراق بده. روش دیگه غیر از آزمایش مدفوع تست نخ هست یا انترو تست. در حالت مزمن معمولا از این تست استفاده میکنن که نمونه رو با این روش میان از محل 12 میگیرن. تو اون قسمت میان همونطور که در شکل روبرو میبینید یه کپسولی که متصل به یه نخی که این نخ رو میچسبونن به صورت شخص، بعد اینو شخص میبلعه در ناحیه 12 رها میشه، بعد اون وقت این کپسول رو خارج میکنن از دهان و بعد مورد آزمایش قرار میدن و میتونن تشخیص بدن که شخص مبتلا به ژیاردیا شده یا خیر. روش دیگه تشخیص روش سرولوژی هست. میان از آزمایش ایمونوفلورسنس استفاده میکنن در نمونه مدفوع و آنتیبادی در سروم هیچ کمک کننده نیست و فایده هم نداره. میان از ایمونوفلورسنس در نمونه مدفوع استفاده میکنن اما آنتیژن های ژیاردیا در نمونه مدفوع با روش ایمونوکروماتوگرافی استفاده میشه برای بررسی آنتیژن های ژیاردیا. و در نهایت روش کشت هست، بیشتر جنبه تحقیقاتی داره و در این روش میان از محیطای کشت استفاده میکنن، به شکل بیهوازی اینو رشد میدن که در روش‌های تحقیقاتی از این روش کشت استفاده میکنن مثل محیط هنگ. اما روش دیگه‌ای که وجود داره روش مولکولی هست که بر اساس توالی ژنی هست که با طراحی پرایمر برای اون ژن مورد نظر میان تشخیص میدن تکیاخته رو و به طور دقیق و حساس تشخیص داده میشه. بهترین محل بیوپسی روده، محل نمونه‌گیری از روده، محل اتصال دئودنوم به ژئوژنوم هستش. این محل برای اینکه بخوایم نمونه بایوپسی روده بگیریم اینجا بهترین محله، چون محلی هستش که بیشترین تجمع تروفوزوایت های ژیاردیا رو ما خواهیم دید که این نکته بسیار مهمیه.
آزمایشاتی که محتویات دئودنوم رو مورد بررسی قرار میده، در این آزمایشات ما تروفوزوایت جیاردیا رو مشاهده میکنیم. همطور که گفتیم اینجا هم اشاره کردیم که اتصال دئودنوم به ژئوجنوم، توی این قسمت ما تروفوزوایت رو داریم، بهترین محل برای بیوپسی روده است که بتونیم بررسی کنیم. ولی برای مشاهده تروفوزوایت جیاردیا ما میان محتویات دئودنوم استفاده میکنیم. اما در مورد درمان، داروی انتخابی مترونیدازول و تینیدازول هست. درمان ناقلین جیاردیا تو کشورهایی که رنج بیماری جیاردیازیز بسیار بالا هستش و این میتونه همطوری گفتیم خود آلودگی خارجی هم ایجاد بکنه، شخص خودش رو دوباره آلوده بکنه، به هر حال در کشورهایی که هایپر اندمیکه این بیماری در اونجا خیلی زیاده، در اونجا دیگه توصیه نمیشه درمانش و نیازی به درمان نداره. درمان جیاردیوز معمولا موفقیت آمیزه، اما گاهی میتونه یک یا دو دوره تکرار درمان مثلا ممکن ضرورت داشته باشه، ولی این در موارد نادر اتفاق میفته که بخواد یک یا دو دوره تکرار میکنه درمان. در همون دفعه اول درمانش موفقیت آمیز خواهد بود. اخیرا بر اساس تحقیقاتی که انجام شده دیدن که جیاردیا هم مقاومت های دارویی از خودش نشون داده و این میتونه یک زنگ خطری باشه برای آینده که حتی این تکیاخته هم مثل بسیاری از میکروارگانیسم های دیگه، مثل باکتری ها و حتی تکیاخته های دیگه، میتونه مقاومت دارویی از خودش نشون بده و این خطرناک است. از لحاظ پیشگیری از جیاردیوز ما باید مواردی رو رعایت کنیم. یکی وسایل و لوازم بیمار رو باید از بقیه اعضای خانواده جدا کنیم، چرا که این کار باعث میشه که افراد دیگه که سالم هستن مبتلا به این بیماری نشن. حتما باید تو دستشویی از صابون استفاده بشه و به بچه ها باید آموزش داده بشه که بعد از هر اجابت مزاجی دستاشون رو به طور کامل با صابون بشورن و رعایت موازین بهداشتی که از مسائل بسیار مهم هست و باید به طور کامل آموزش های لازم حتی در سطح مدارس به خصوص انجام بشه تا جلوگیری بشه از انتقال بیماری. و در نهایت آب آلوده نباید خورده بشه و یا هر آبی که مشکوک هست نباید مصرف بشه و اگر در جایی هستیم که مجبوریم اون آب رو مصرف کنیم، بهتر است که اون آب رو بجوشونیم و بخوریم. در این حالت اگر انگل جیاردیا هم در آب باشه از بین خواهد رفت.